thank you سلام گرمی خدمت شما بینندگان عزیز داریم خوشحالیم که با ششمین برنامه از سری برنامه های سیرت مسیحی در خدمت شما عزیزان هستیم و به پنجمین و ششمین جنبه از جنبه های سمره روح که نیکویی و مهربانی هستند خواهیم پرداخت خوشحالیم که مهمان برنامه امروز ما در آرمان عزیز هستم بردر آرمان به این برنامه خیلی خوش اومدید تشکر خیلی ممنونم منم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که این برنامه باعث تشویق و بنا و تسلی شما باشه آمین. بینندگان عزیز برنامه های ما همینطور که ممکنه برنامه های گذشته رو هم دنبال کرده باشید بر اساس قلاتیان باب پنج آیات 22 تا 23 هست که میگه اما سمره روح محبت شادی آرامش، صبر مهربانی نیکویی وفاداری فروتنی و خویشتنداری است هیچ شریعتی مخالف اینها نیست ما در جلسات گذشته به جوانب مختلف از ثمره روح پرداختیم و در این برنامه به طور خاص به جنبه مهربانی و نیکویی خواهیم پرداخت من یک نقل قولی رو از یک شخصی به نام مارک توین میخوندم که میگفت مهربانی زبانی هست که حتی شخصی که ناشنواس میتونه اونو بشنوه و شخصی هم که نابیناست میتونه اونو ببینه فکر کنم منظور ایشون این بوده که در مهربانی آنچنان قدرتی هست که هر شخص میتونه اونو احساس بکنه و ما میخوایم ببینیم کلام خدا در رابطه با این ثمره روح چه تعلیمی میده با ما باشید میریم و برمیگردیم و بیشتر به این موضوع میپردازیم. بینندگان عزیز میخواییم این موضوع مربوط به سمره روح مهربانی و نیکویی رو کمی بیشتر با همکاری بردارمان عزیز باز کنیم و ما میریم سراغ بردار آرمان بردارمان عزیز ممکنه در این قسمت خوب باشه که مقدار توضیح بدین که چرا مهربانی و نیکویی رو شما در این درس در کنار هم با هم آوردین آیا ارتباط تنگاتنگی بین مهربانی و نیکویی هست یا نه؟ بحالی. همونطور که بینندگان عزیز توجه کردن ما در برنامه های گذشته در هر برنامه یکی از جنبه های سیرت مسیحی یا سمره روح رو بررسی کردیم ولی امروز رو به دو جنبه در آن واحد اختصاص دادیم هم مهربانی و هم نیکویی چون این دوتا همونطور که از ظاهرشون برمیاد در واقع خیلی با هم ارتباط دارن مهربانی میتونیم بگیم که یک حالت درونیه یعنی من آدم مهربانی هستم ملایمم دلسوزم در کجا؟ در, در درون خودم در قلبم بله ولی نیکویی همون مهربانی زمانی که تجلی پیدا میکنه ظاهر میشه به بیرون هدایت میشه برای همین ما مهربانی و نیکویی رو با هم و در کنار هم انجام بررسی می بررسی یعنی به عبارت دیگه من اگر آدم مهربانی هستم ممکنه توی اتاقم نشسته باشم تک و تنها و احساس کنم که چقدر نسبت به دیگران محبت دارم چقدر دلم میخواد مثلا حالشون خوب باشه چقدر دلم میخواد که نسبت به اونا دلسوزی نشون بدم و حتی براشون دعا کنم مثلا. اما نیکویی در اتاق تنها چی؟ صورت نمیگیره نیکویی زمانی صورت میگیره که من با دیگران باشم. در نتیجه نیکویی میتونیم بگیم تجلی بیرونی و ظاهری همون حالت درونی یعنی مهربانیه. وقتی مهربانی به بیرون سوق پیدا میکنه، حرکت میکنه، تبدیل میشه به نیکویی. یعنی ما نمیتونیم مهربان باشیم در درون خودمون ولی در حق دیگران نیکویی نکنیم پس میتونیم بگیم نیکویی در واقع مهربانی در عمل بله. هست نه؟ بله. و مهربانی و نیکویی همونطور که عرض کردم در تنهایی معنی نمیده من باید در حق دیگران مهربان و نیکو باشم درسته. و اما شما یک اشاره کردیم به مفهوم مهربانی آیا کلمه یونانی که برای کلمه مهربانی به کار رفته معنی متفاوت از اونی داره که شما گفتید یا همون معنی نه همون معنی رو داره من اینجا یادداشت کردم مهربانی و نیکویی در واقع یه حالت ملایمت دلسوزی و شیرینیه دلسوزی همون حالتی که مسیح داشت وقتی که بیمارها رو میدید، افراد نیازمند رو میدید، کلام خدا بارها گفته دلش به حال اونها سوخت. این چقدر حالت خوبیه. وقتی ما این ملایمت، دلسوزی و این حالت شیرینی رو که معنی کلمه یونانی این رو داریم، طبیعتا دلمون میخواد به مردم کمک بکنیم. بله واقعاً. چقدر توصیف زیبایی کرد بله، شیرینی بله. رو... ملایمت بله. و ما بعد ما بیشتر نگاه کنیم به اینکه خود عیسی مسیح چگونه نمونه ای بود از نیکویی و مهربانی بله خب در واقع ما شنیدیم که مسیحیت دین مهربانی محبت و نیکویی بله. و این به خاطر اینه که خود عیسی اینطور بود خود عیسی رو وقتی در اناجیل زندگی ایشون رو میخونیم میبینیم که تمام عمر خودش رو روی زمین صرف خدمت به دیگران کرد واقعا نه اینطور نیست یعنی واقعا میبینیم که چطور حتی وقتی خسته بود یکی دو بار پیش اومد که به مردم خدمت کرده بودن به چندین هزار نفر رسیدگی کرده بودن نیازاشون رو برآورده کردن تعلیم دادن مسئله ها رو برای مردم بیان کردن و به شاگرداشون گفتن چی؟ گفتن به یه خ... جای خلوت بریم و استراحت کنیم و وقتی که به اون جای خلوت رفتن دیدن مردم دوباره اومدن مردم نیاز داشتن و ایشون چکار کرد؟ اونها رو رد نکرد نگفت من الان وقت ندارم الان وقت استراحت منه میخوام استراحت کنم. بله. نه. دوباره کمر به خدمت اونها بست پس در واقع عیسی فقط صحبت نمیکرد، بلکه در عمل هم این کار رو انجام میداد. و اینکه جالب هست که خود عیسی مسیح فقط افراد خاصی رو محبت نمی کرد بله. محبتش خطاب به همه بود بله. اونجا که من متوجه بله. هستم نه بله. کما اینکه در خود انجیل متا هم باب 5 آیات 46 تا 48 هم به این موضوع اشاره میکنه بله. که میگه اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت میکنند چه پاداشی خواهید داشت آیا حتی خراجگیران چنین نمی کنند و اگر تنها برادران خود را سلام گویید چه برتری بر دیگران دارید مگر حتی بود پرستان چنین نمی کنند و بعد در ادامه میگه پس کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان هست کامل هست فکرم این آیه این مفهوم رو هم میده که محبت ایسای مسیح واقعا خطاب به همه بود بره. خراجگیران افرادی که حتی بهش ایمان نداشتن بره. از طریق محبت چجوری جلب بره. می میشدن به سمت عیسی مسیح و اما بعد در آرمان ما به عنوان یک انسان سقوط کرده یا انسان سقوط کردی چگونه میتونیم این سمره رو در خودمون داشته باشیم؟ سمره نیکویی و مهربانی رو؟ بله خب ببینید همونطور که پولس رسول فرمودن در اول اون آیهی که در از قلاتیان فصل پنجم آیه 22 و 23 خوندید میگه سمره چی؟ سمره, سمره روح. یعنی روح القدس یعنی در واقع این روح القدسه که این سمره رو در ما به وجود میاره ما زمانی میتونیم مهربان و نیکو باشیم که روح القدس در قلب ما کار کرده باشه ذات ما رو تغییر داده باشه برای همینه که مسیح فرمود که تا از نو متولد نشین پادشاهی خدا رو ملکوت خدا رو نمیتونیم ببینیم و بعد اضافه میفرمایند میگویند میگن که باید از آب و روح متولد بشیم یعنی از روح القدس متولد بشیم این تولد تازه کار کیه؟ روح القدس. کار روح القدسه می این آیات رو بخونید از انجیل یوحنا فصل 3 آیات 5 تا 8 رو که بینندگان عزیزم از این آیات مطلع بشن پس انجیل یوحنا باب 3 از آیات 5 به بعد میخونم که عیسی در واقع خطاب به نیقودیموس میگه آمین آمین به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است اما آنچه از روح زاده شود روحانی است عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید باد هر کجا که بخواهد میوزد صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود چنین است هر کس نیست که از روح زاده شود بله چنین است هر کس که از روح زاده شود ما نمیدونیم چطوری تولد تازه پیدا میکنیم این کار روح القدسه ما ازش بی اطلاعیم ولی از نو مولود میشیم و اگر مثل یه بچه ای که تازه مولود شده به طور طبیعی رشد بکنیم چی میشیم؟ بزرگ میشیم و این خصلتها، ها این سمره روح در ما دیده میشه و ما میتونیم مهربان و نیکو باشیم. همونطور که شما فرمودید، ما انسان‌های سقوط کرده هستیم. یعنی گناه آلود هستیم. یکی از ثمرات گناه که پولس در همون غلاطیان فصل پنج قبل از آیات 22 و 23 بیان میکنه اینه که ما کینه، دشمنی، نفاق، دو دستگی داریم. این جزء ذات گناه ماست درسته خب یه تغییری باید در ما به وجود بیاد اه. یه تحولی باید در ما به وجود بیاد که این تحول همون چیه؟ تولد تازه, تازه, تازه است که از روح القدسه وقتی تولد تازه پیدا کردیم اون موقع میتونیم محبت داشته باشیم شاد باشیم صبور باشیم مهربان باشیم نیکو باشیم اینها در ما دیده میشه حالا نتیجه اینه که اگر یه ایمانداری هنوز در دل خودش کینه داره نسبت به افرادی کدورت داره نمیتونه ببخشه یا در کلیساش نفاق به وجود میاره بین افراد دو دستگی ایجاد میکنه یا به قول معروف به قول اصطلاح آمیانه چوب لای چرخ دیگران میکنه این هنوز ثمره روح رو نداره یعنی هنوز رشد نکرده مم. همون نوزادی هست که از شکم مادر بیرون اومده کاملا درسته ده. پس چقدر روح القدس نقش عمده داره بله، در بله، ایجاد این ثمره بله، روح برای بله، بله همینه مست. که میگه ثمره روح بله. نه ثمره خودمون تلاش خودمون یعنی واقعا باید به روح القدس اجازه بدیم که در ما کار بکنه تسلیم او باشیم در دعا و تعمل تفکر سپردن خودمون به روح القدس تا این سمرات در ما ظاهر بشه خیلی ممنون برای توضیح خیلی خوبتون بردارمان عزیز بینندگان ام. عزیز میریم و برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم ام. بینندگان عزیز مجددا در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه بحثمون در رابطه با سمره مهربانی و نیکوی در آرمان عزیز ما یک اشاره کردیم به اینکه چگونه خود خداوند نمونه از مهربانی و نیکوی هست ولی ممکنه در ذهن بیننده این سوال ایجاد بشه که تصویری که در ذهن بعضی از بیننده هست اینه که خدا مثل یک داور خیلی بیرحم و خشمگینی هست که انگار چوب مجازاتش رو در دست گرفته و منتظره تا به محض اینکه خطایی از ما سر میزنه ما رو بزنه و مجازات بکنه بله. آیا کلام چنین تصویری از خدا میده؟ بله. خیلی ممنون سواره خیلی خوبیه مسئله اینجاست که خیلی از ما انسان ها تصویری که از خدا داریم تصویر پدر زمینی مونه متاسفانه و اگه ما پدر زمینی خوبی نداشته باشیم نداشته بوده باشیم متاسفانه تصویری هم که از خدا داریم تصویر خوبی نخواهد بود لا. یا در بعضی جوامع متاسفانه مثل جامعه ایران تصویر بدی از خدا دادن که خدا در روز آخر نمیدونم ما رو عقرب و, اقرب و ای از این چیزا میفرسته سراغمون ما بچه بودیم میگفتن اگر نون که برکت خداست بندازی دور نمیدونم مورچه چشماتو میخوره تو جهنم اصلا یه تصاویر عجیب قریب وحشتناکی از خدا به دست میدادن وقتی من بچه بودم ولی خوشبختانه ما تو خانوادهمون پدر بسیار مهربونی داشتیم این تصویر اصلاح شد و وقتی که کلام خدا رو خوندم و دیدم که مسیح خدا رو پدر مهربونی معرفی میکنه چقدر الان احساس راحتی میکنم که خدا منو درک میکنه حتی اگر گناه هم بکنم به عنوان یه ایماندار خطایی بکنم خدا ممکنه منو تعدیب کنه اما به عنوان یه پدر منو تعدیب میکنه از روی خشمش نیست از روی بله. محبت بله. رو تعدیب میکنه یه آیاتی هست میخواستم شما بخونید. انجیل متا فصل هفت آیات نه تا یازده که در اینجا راجب پدر بودن خدا و مقایسه خدا با پدرهای زمینی صحبت میکنه مسیح پس انجیل متا باب هفت آیات نه تا یازده کدام یک از شما اگر پسرش از اون نان بخواهد سنگی به او میدهد یا اگر ماهی بخواهد ماری به او میبخشد حال اگر شما با همه بدصیرتیتان میدانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند هدایای نیکو خواهد بخشید بله پس ببینیم مقایسه میکنه میگه شما که پدر هستید میدونید باید به بچهاتون چیزای خوب بدین چقدر بیشتر این پدر و واقعا این برای ما درسه که ما هم نسبت به دیگران اینطور مهربان و نیکو باشیم چرا؟ چون خدای ما خدای مهربان و نیکویی هست در این مورد آیات زیادی هست و باید مراقب باشیم بعضی من بعضی ایمانداران رو دیدم که به محض اینکه مشکلی تو زندگیشون پیش میاد فکر میکنن خدا داره انتقام میگیره نه اینطوری نیست اگه مثلا من دیروز یه دروغی گفتم و امروز مثلا ماشینم تصادف کرد به خاطر این نیست که خدا داره از من انتقام میگیره مجازات هم میکنه البته اگر ما در گناه ادامه بدیم در یک گناهی بمونیم و ادامه بدیم در اون گناه خدا از تردیب و اصلاح ما انضباط ما تنبیه ما استفاده میکنه اون منتها با چی با محبت و مهربانی چون خیریت ما رو میخواد در تکمیل صحبت شما در رابطه با تعدیب خدا که ما فهمیدیم خدا خدای مهربانیه ولی هم ممکنه از روی بله. محبتش ما رو تعدیب کنه ممکنه بینندگان عزیز بخوان که ابرانیان باب دوازده آیات چهار تا یازده رو بعدم مطالعه بکنن که راجب به این صحبت میکنه که خود خداوند به خاطر اینکه ما رو دوست داره ما رو تعدیب میکنه تا بتونیم در قدوسیت اون شریک بشیم و همینطور بتونیم میوه آرامش و پارسایی رو در نتیجه اون به بار بیاریم هلی. خود تعدیب در اون زمان سخت است ولی نتیجه که به بار میاره برای ما هلی. هلی. خوب خواهد بود آیا شما تجربه داشتین در این رابطه که میخواییم بگیم بردار آرمان؟ تجربه ای که من در مورد تعدیب و تنبیه بچه های خودم داشتم تجربه بسیار تلخیه نه. من یادم هست وقتی بچه های من کوچیک بودن مثل خدا با اونها رفتار نمی کردم. من وقتی اونها شیطنتی می یا سرکشی می کردن که البته خیلی ناچیز بود یعنی واقعا الان که فکر می کنم دلم بر بچه ها می سوزه ولی من اونها رو تنبیه می کردم نه به خاطر اینکه اصلاح بشن بلکه به خاطر اینکه حرس خودم و عصبانیت خودم رو فرو بنشونم و از این مسئله واقعا خیلی غمگینم ازشونم معذرت خواستم ولی خب بالاخره تجربه است دیگه ولی خدا این کار رو با ما نمیکنه بر همه موارد یه نوع خطاهایی میکنی ولی چقدر خوبه که از نمونه خود خداوند میتونیم بله، بله. یاد بگیریم آیا بر امکان هست که شخص از مهربانی خدا سوء استفاده کنه؟ آیا هشداری در این رابطه بله. وجود داره در کلام؟ بله خیلی خوب گفتید خدا خیلی مهربونه ولی ما وقتی اوضاع بر وفق مرادمونه به خدا محل نمیذاریم بله. به محض اینکه دوچار مشکلی میشیم میگیم ای خدای مهربون تو مهربونی فلانی این هستی و وقتی خدا دوباره خواسته دل ما رو برآورده میکنه متاسفانه چیکار میکنیم دوباره شید. از خدا دور میشیم بله پس چقدر مهم هست که ما سوء استفاده نکنیم بره. از محبت خدا حالا بردارم ما وقتی صحبت از نجات میشه یک سو تفاهم اینجا ایجاد نشه که ما به خاطر مهربانی و نیکویی نیست که نجات پیدا کنیم نه بره. بر اساس کلام متوجه میشیم که در واقع مهربانی و نیکویی در نتیجه نجات بله. هست که ما رو به دست میاریم بله. کما اینکه در رساله افسوسیان باب دو آیات 8 تا ده به این موضوع اشاره میکنه که میگه زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست و نه از اعمال تا هیچ کس نتواند به خود ببالد زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم پس اگر که ما واقعا نجات واقعی رو داشته باشیم و روح القدس برده. اجازه بدیم در زندگیمون کار کنه سمرش میتونه مهربانی و نیکویی نیکوی باشه. باشه, آیا صحبت پایانی در این رابطه دارید بردر آرمان در این دقایق آخر؟ چون وقت ما رو به اتمامه از شما بخوام رساله اول یوحنا فصل سه آیات 16 تا 18 رو بخونید که با این خاتمه بدیم که این نشون میده که یه ایماندار واقعی که به همونطور که فرمودین نجات پیدا کرده باید این سمره این مهربانی و نیکویی رو در عمل نشون بده پس این آیات رو بخونید رساله اول یوحنا فصل سه آیات 16 تا 18 محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج بیند اما شفقت خود را از او دریغ کند چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است فرزندان بیایید محبت کنیم نه به زبان و نه در گفتار بلکه به راستی و در کردار لعنی. خیلی قوی بود واقعا محبت رو در عمل نشون بدیم آه. مهربان و نیکو باشیم و اینکه نگاه کنیم به اطرافمون ببینیم چه افرادی در بلعنی. نیاز هستند که ما میتونیم به اونها بلعنی. خدمت بکنیم بردارمان عزیز خیلی ممنون که تا این قسمت چاکر. بحث ما رو هدایت کردیم آه. بینندگان عزیز برمیگردیم و نتیجه گیری میکنیم از مطالب امروزمون ام. بینندگان عزیز همینطور که دیدید چقدر ما تاکید داشتیم که مهم هست که مهربانی و محبت ما در عمل باشه و ما بردارمان عزیز میشه یه مقدار راجع به اهمیت عملی بودن مهربانی و نیکوی ما صحبت کنید ببینید مهربانی ما بین ما ایرونی یه مفهوم دیگه ای پیدا کرده ما فکر میکنیم مهربانی و نیکوی یعنی اینکه همدیگه رو بغل کنیم و ببوسیم و بگیم من چقدر دوستت دارم اما نیازهای مردم رو برآورده نکنیم من این آیات رو از رساله یعقوب خیلی دوست دارم که در فصل دوم آیات 14 تا 17 میگه که من با عزتون بخونم برادران من چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد اما عمل نداشته باشد آیا چنین ایمانی میتواند او را نجات بخشد یعنی ایمان زمانی اصیله و درسته که در عمل دیده بشه اگر برادر یا خواهری نیازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد و کسی از شما گوید بروید به سلامت گرم و سیر شوید یعنی برید خدا برکتتون بده همونطور که ما اصطلاحا میگیم خدا برکتتون بده دعا میکنم براتون اما برای رفع نیازهای جسمی ایشان کاری انجام ندهد چه سود نه؟, بله. نه، کاملاً باید دوشن. عمل بکنیم دست به جیب بکنیم بله. خیلی ممنون همینطور همینطورم که ما در بحث امروزمون گفتیم در واقع نیکویی و مهربانی با هم تنگا تنگ بله. پیش میرن و به نوعی نیکوی مهربانی در عمل هست آه. و بود عملی شما از یاد نبریم و از نمونه خداوندمون ایسای مسیح هم میتونیم یاد بگیریم که چه نمونه عالی از محبت هست ولی مواظب باشیم که از محبت خداوند هم سوء استفاده نکنیم و حتی وقتی که خداوند ما رو تعدیب میکنه بدونیم که به خاطر محبتشه و ما رو دوست داره و نهایتا به این نکته میرسیم که چقدر مهم هست که ما همینطور که بردارمان عزیز گفت مطالعه بکنیم کلام خدا رو به طور مرتب دعا کنیم و اجازه بدیم که روح القدس در ما کار بکنه تا این ثمره محبت و نیکویی رو در ما پدید بیاره در این حال چقدر مهم هست که ما هم در این قسمت همکاری بکنیم و تمرین بکنیم باشد که زندگی ما باعث جلال نام خدا باشه تا برنامه بعدی و موضوع دیگه ای که جنبه وفاداری از برای روح است شما عزیزان رو به دست خداوند مهربان میسپاریم خدا حافظ شما بله. خدا نگهدارتون